واجمع فروغ عضو شورای عالی سال در سدیو مهمان است و بیشتر در این صحبت میکنیم سلام شما خانم فروغ خیلی خوش آمدید باور حکومت افغانستان و رئیس جمهوری است که فراخان صلح بدون قید شرط با و طالبان به معنای پایان جنگ نیست شورای عالی صلح که متصدی این امر است تلاش های زیاد را به خرج میتواکن منطبق با همین اول و اوضاع است تشکر سلام بر شما و سلام به تمام بینندگان عزیز برنامه دیروز یا پلان طرح ساختار صلح و چارچوکات را که دیروز حکومت افغانستان پیشکش میکنه تنها مثلا بود صلح را ندارد دو راهکار حکومت افغانستان معرفی کرد یکی راهکار صلح و یکی راهکار مبارزه با حراس افغانی و مبارزه با مواد مخدر یعنی ای به این معنا هست که جنگ و صلح در ها جنگ و در در این حال این جریان خواهد داشت مخصوصا اگر طالبا و شورشی ها نتانند که به می پیام حکومت افغانستان لبیک بگویند پس جنگ دوام خواهد کرد م. یعنی ای که تنها یک پروسه صلح به تنهایی خود در جریان نیست و نه نتایج هم خواهد رئیس جمهور است نهاد شورای سال که شما هم در اونجا حضور دارین آجند برای سال است واقعا مشابه این است یا حداقل این برنامه مشترک شما و حکومت است این برنامه مشترک است ما حداقل در هفت ماه گذشته زمانی که اعضای جدید شورای عالی سال معرفی میشه و رهبری جدید برای شورای عالی سال گماشته شد ما برنامه های مشورت های عمومی را ما آغاز کردیم به 34 ولایت افغانستان رفتیم اضافه تر از 800 ما در کابل جمع شد هزارها مثلا رهبران جهادی رهبران سیاسی و هم گرد هم آمدند و اما تمام مسائل و مدلتی ها و امو چیز توضیحاتی که نیاز از در یک پروسه اینا سر از بحث کردن و حکومت افغانستان امو امی پیشنهاداتی که از شورای عالی سال برش می آید در یک چاچوکات انداختن و دیروز را برای بر جامعه بین المللی اینا پیشکش کردن که تقریبا تمام 25 کشور که به شمول سه نهاد بین المللی که اتحادی با. اروپا بود ملل متحد و ناتو اینا ایره حمایت کردن اینا بحث ازی هست که ما باید بر از دیدگاه چونی یک دیدگاه عمومی هست <تصفح> یک دید... یک راهکار عمومی هست <تصفح> برای تطبیق قضی ساختار ایجاد شود و هیئت مذاکره کننده که دیروز معرفی در موردش بحث شد که یک هیئت مذاکره کننده ایجاد می شود و بر تطبیق قضی کار شروع مذاکره کننده با طالبان در حالی <تصفح> که ما هیچ نه واکنش واحد و اساسی از آدرس طالبان تا اکنون نداشتیم خب من میگه تا حال جواب هم نامده بعضی از منابع هم ایره میگن که طالبا منت... بالای ازی بحث شروع کردن ایره هم نمیتونیم منکر شویم که طالبا هم اما وحدت نظر و وحدت موقف هنوز هم ندارن گروه های انشابی دارن یک گروه مثلا اگر یک تعداد رهبریشان در قطر است که های نظامی دارن شوراهای های ولایتی دارن اینها و, و... و... تیت و پرچه هم هستند دیگه از خاطر هم, هم وحدت نظر مخصوصا در مواقف سیاسیشان نشده ام ام فکر میکنم که مهم است که طالبا هر چیزو زودتر بتوانند در مقابل ازی امو واکنش خود نشان بدن چون یک فرصت مهم است برشون آنچه که واکنش عذاب بود شما در گزارش دیدین که باور داشتن که این امتیاز دادن های یک طرفه ها اونها را شرورتر خواهد ساخت اونها را جسورتر خواهد ساخت با توجه به هایی که داده میشه خب اتفاقا تقریبا دو هفته قبل یک هزار نفر که از احزاب سیاسی نمایندگی میکردن از شوراهای ولایتی نمایندگی میکردن از نهادهای مختلف غیر حکومتی مخصوصا سیاسی اینا گرده هم آمدن و حتی اونا بالای حکومت صدا زدن که شما خسال میگین اما این سال چی توضیحات را داره چی برنامه های داره اما شرحش چی است؟ از او خاطر من مطمئن هستم که گروه که مطرح هست در سیاست افغانستان همشان کسایی که دی این پروسه اجماع ملی شامل بودن اینا نقششان در ای هست و دی این سال و این هم بسیار مهم است که خب نظریات مختلف هست یک حکومت ائتلافی هست شاید همگی هم, هم فکر هم نباشه مشخص کرده شورای عالی صلح و حکومت افغانستان که هدفش از ارائه این طرح کدام گروه طالبان است شما با گروه انشابی شورا کردین اکنون رهبری واحد ندارن طالبان هم شما را کی واضحا گروه داخلی یا شورشی های داخلی هست ای بسیار سر از دقیقا بحث شد روزها و ساعت ها و همگی به می نتیجه رسیدن که ما با افغان هایی که مثلا در گروه شورشی با, با حکومت مثلا در تقابل هستند با اینا ما اینا را در پروسه سال شامل می کنیم چرا اینا این را شما می خب هنوز هم بحث همین هست چالش کلان مهمی هست که ما هنوز هم و ای ای باز بر میخوره به طالبان که اگر مثلا طالبان نتونن انوز هم خود هم بیاین و اگر نمیتونن مثلا یک رهبری واحد و عدقل یک وحدت نظر داشته باشن پس این خودش نشان میده که امی گروپ چقدر مثلا بود داخلی دارن در شامل است حمایت پاکستان در این مورد گفته شده که طالبان حمایت میکنه ترورستان حمایت میکنه تمامی فشارهای کسای امریکا و دولت افغانستان وارد شده بر پاکستان هم دال بر امین دا است حالا در این مکانیزم و جایگاه پاکستان چی است پاکستان چه نقشی را میتونه بازی بکنه این مکانیزم دو بود داره یکی ای که در داخل افغانستان همی هیئت مذاکره کننده تنظیم میشه و اینا مثلا امرای طالبایی که آمادگی دارند که در پروسه شامل شوند دفترشان ایجاد میشه یا در داخل افغانستان یا در منطقه مثلا اگر به توافق برسن بود کلانتر و در پهلویش که در همزمان هست بود منطقه ای هست ما مثلا چهار هایی که در منطقه داریم حکومت افغانستان چی به شکل بایلترال حکومت با حکومت و این یکی از بحث های بسیار کلان همی میکانیزم است که حکومت پاکستان هم دیروز دی بحث شامل بود که ما حکومت با حکومت مذاکرات مستقیم با پاکستان شروع می پاکستان آل چیزی برای گفتن به خاطر نداره که پاکستان همیشه وقتی کمرای ما مذاکره میکردن میگفتن خب شما در پروسه سال برای طالبان مثلا اگر اینا میگوزین نرمی قبول میکنن و میپذیرن شما در مقابلش اینا چی میتونن بدس بیارن و این واضح شد اولین بار است که ما اتر یک موقف بسیار واضح داریم از طرف حکومت افغانستان از او خاطر پاکستان بجز جز از که حمایت بکنه در غیر از او همین تمام کشورهای دیروز هم مثلا اگر برنامه میکردین. تمام کشورها مثلا از از حکومت افغانستان حمایت کردن و پاکستان یکی از کشورهایی بود که تنها مانده بود پایان نگاهی داشته باشیم به با این صحبت آقای غنی که گفته این پروژه است و این پروژه اجگاه بحث زنا از نظر نخواهد افتاد در حالی که در این طرح دیدیم که بسیار امتیازات داده شده حتی دست دادن به قانون تعدیل قانون اساسی اینها مواردی هستن که ذکر میشن اگر طالبان تشبث کردن به این موارد چی میشن؟ خب یکی ایتر پیشنهاداتی که بر طالبان یا مثلا اما اگر امتیاز میگیم امتیازاتی که مطرح شده اینا چیزهای مطلق نیست که ما امی کار می کنیم بحث اجندا هست یعنی ما یک اجندا را ترتیب کردیم که ما میتونیم آماده هستیم که در این موارد بحث بکنیم اما از او کرده پیشتر حکومت افغانستان و مردم افغانستان از همه کرده مهمتر که هیچ وقت در اینمی ارزش های جامعه مدنی ارزش های مدنی و آزادی هایی که ما در ده سال به او نایل شدیم و هیچ وجه بالا از اون معامله نمیشه فروغ و شورای عالی سال از حضور شما در برنامه سپاس